خب اسم مادرتون رو بفرمایید. اسم مادرم لیلا. لیلای فامیل لیلا رحیمی. رحیمی. بله. اسم پدر؟ پدرم رجب علی فرحچی. فرحچی. بله. چرا فرحچی؟ فرجی بوده. فرجی. اول فرجی بوده. فرجی. دی شناسنامه هایی که عقب جلو کردن شده فرحچی. فرحچی. بله. الان من دیگه همون فرحچی زده میزنم. فرحچی. مادرتون چند تا فرزند داشتن اش خانم؟ مادرم 7 بچه داشتن. یکیش فوت شد. بله. و میادی ما. یه 6 ما 4 تا خواهر 2 تا برادر. دو تا برادر. اسم خواهر برادرتون رو میشه بفرمایید؟ به ترتیب داداشم حبیب، بلد. محمد. خواهرام هم طاهره، ربابه، بله. فاطمه. 3 تا خواهر. 3 تا خواهر. 3 تا. با خودتون 3 تا خواهر. با خودم 3 تا. هاش خانم شما چندومین فرزند مادر هستین؟ من یکی با آخرم. یکی با آخر. بله. زنده باشین. سلامت. هاش خانم اسم پدر بزرگ و مادر بزرگتون یادتون هست؟ پدر بزرگ و مادر بزرگم که من ندیدم، ولی میدونم که پدر بزرگم هست. پدر بزرگم اسمشون. حالا تو ذهنم. مادر بزرگتون چی؟ مادر بزرگم اسمش سغرا. سغرا. بله. سغرای فامیلشون بلدی؟ همین رحیمی. رحیمی. بله. بعد هاش کنیم این مادرتون چه شخصیتی داشتن که شما به ارث بردین؟ مادر من هر چی که بگم خوب بود کم گفتم. از نظر ایمان، از نظر خانه‌داری، از نظر که ما بچه بودم، ما هم 5 بچه بودم، مثلا پدر من فوت نشد، مثل فوت شده بود، تو معدن کار میکرد. بله. بعد معدن انفجاری به وجود آمد، چشماش از دست رو. بله. نابینا شدن پدرشون. من خودم 2 سالم بود، خیلی کم یادم میاد از اون فاجعه. بله. یادم میاد خیلی کم. بله. خب مادر ما زحمت کردن، ما رو بزرگ کردن. خودشون دیگه کار میکردن. خودش کار میکرد. آره. مادرم خود. مثلا ما 5 خواهر برادر بودیم، با بابام 6 تا، بابام که نابینا بود نمیتونه چیش کنه. همه تو خونه بودن دیگه. همه تو خونه بودیم. اون زمان قدیم هم که بودیم. همچی کاره. همچی کاره بود. چیزی نبود که مثلا کاره. ما همه به خانه. بله. مادرم زحمت میکشید، ما رو بزرگ کرد. خب پدرتون رو فرمودین توی معدن رو. معدن چی بود؟ معدن سنگای آسیاب بود، درست میکردن از اینا. خب. بعد چال میزدن. بله. چال میزدن که سنگای معدن هم میکندن. بعد چال در رفته بود، یکی که همونجا فوت شد. بله. مادر پدر ما هم چشماش از دست. آسیب به چشماش بود؟ آسیب به چشماش بود، چشماش از دست. تا چند سال هاج آقا پدرتون نابینا بودن؟ دیگه تا آخر عمر. چند سال خوب طول کشید؟ شاید بگم 40 سال. 40 سال. دیگه خونه نشین شدن؟ خونه نشین شدن تا فوت شدن. دیگه مادر دیگه؟ بله مادر. خب مادرتون چی کار میکرد؟ چه مادرم دیگه هر کاری از دست برمیاد پیشتر نونوایی میکرد. تو خونه نون درست؟ تو خانه نونوایی میکرد. خودش مال خود ما بود. بله. آرد اینا مخرید، تنور هم داشتیم، خودش پخته میکردن مخلوق دیمید که الان خرج خودتون رو در میاد. خرج مادرم در میاد. ما نبودم، ما همیش را بچه را بزرگ کرد. بزرگ کرد الحمدالله. خیلی هم جای خوب، همه ما شوهر خوب. الحمدالله. خدا را شد. مادر ما خیلی بهتر از شما نمیشه. خیلی زن خوب. ایمان. از هر چی که بگم کم بود. توی مردم به چی میشناختنش هاش خانومو؟ هاش خانومو هیچی به من خوبی. واقعا گفتن شما زن نیستی، مرد. چون هم کاره. چون هم بله. خرجی خونه رو میداد. خرجی خونه رو میداد. و از راستگوییش، از همه چیزش، از مثل مردان معامله بکرد تو مردان. از راستیش گفتن شما زن نیستی، مرد. یعنی دیگه اینقدر آره خیلی. خب باش کنم، غذاهایی که اون زمان شما در بچگیتون میخوردین و مادر براتون درست میکرد چیا بود؟ بیشتر آبگوش، دم پخته، خب. بیشتر اینا کوفته، خب. تابستونا، بیشتر تابستونا کوفته دلمه. به به. بیشتر غذا من همینا بود. من بعد موقع هم آشرشته. آشرشته. آشرشته های خوب ها، نمیست آشرشته های حالا چه جوریه مگه آشپزی حالا باشه اونجا؟ بدنه قضیه با آشپزا فرق می‌کردن. یعنی هم خانمای آشپزیشا فرق می‌کرد. چرا؟ و
برای که قدیم عروض دقت آشپزی میکردم خب بخواستن این خوب بشه با عشق با عشق با اون کنده که از قول ما با چوبایی که آشپزی میکرد این وسیله های حال که اقدر وسیله مثلا فراهمه برای مردم اصلا آشپزی حال اصلا به درد میکنه مردن نداره نه خب هاشانو مادرتون بیشتر می رفتن مسجد که شما علاقه من به مسجد تو دینی حاج آقا پدرتون کدوم یکی؟ مادرم بیشتر اهل مسجد ها پدر من مرد خدا برد پدرم نیک همین نابی نبود براش سخت بود یا مادرم بیشتر وقتی مامان و مادر اینا می اومدن مشهد برای خرید اینا شما می اومدین مثلا برین حرم اینا چه حالی داشتی؟ من تا وقتی که 12-13 سالم بود اصلا مشهد ندید چرا؟ نمی آوردم من بابام که چشم نداشت مادرم هم چون که گرفتار کار بود سختش بود دیگه ها هر وقت می آمد خودش می آمد ما بود تا مادرم یک دایی داشتم خدا بیا آمد خدا رحمت جان روحشون شد اینا رفته بودن عراق زندگی می کردن چند سال اینا شد چی کاره بود مگه داییتون که رفتن؟ دیگه هیچ کاره نبود رفت اونجا اونجا مقیمه عراق خیلی عشق امام حسین داشت رفت مقیمه اونجا شد بعد صدام قبل نمان صدام بود قبل صدام ایرانی ها بیرون کردن ایران بیرون کردن آمدن بعد این داییم برای مامانم چیز فرستاد همین دعوتنامه فرستاد مامانم رفت کربلا مامانم که رفت کربلا سه ماه کربلا همونجا خانی داداشش بود زمان کربلا بود بعد اونجا ما بابام یک سرخانه داشت مشهد بعد اونجا بابام گفت که ما با همین داداش کوچکم برداشت آورد مشهد که ما حرم رو دیده بعد ما را که بابام برده بود همین بابام نابینا بود ولی خیلی زرنگ بود خدا بیا ما داشت به همون چشم به همون نابیناییش ما را برد حرم ولی مثلا پسرخالش که اون تهرون الان بله خیابون امامزا و وقت مفتن که اون تهرون خیابون امامزا خانش اونجا بود ما را برد اونجا مثلا 3-4 روز با مشهد که ما مشهد اونجا دیدیم دیگه ما مشهد نبینیم تا وقت ما را شوهر دادن قسمت بود تا ما بیم مشهد پدر بزرگ حاج آقا پدر حاج آقا چیکاره بودن؟ روزخون بودن روحانی بودن؟ روحانی بودن روحانی سرشناسی بودن؟ روحانی خیلی شرط نبودن ولی خواهن تو خانه ها روزه میخوندن و مثلا دعا میدادن و بله یه طوری بود روحانی بله روحانی از مادر شوهرتون که مادر حاج آقا باشن یادتون هست مثلا آره. چه خصوصیاتی داشتن؟ خصوصیاتش حالا خیلی من مثلا با هم نبودیم زود فوت شدن خیلی خانم یه خانم آده خیلی ساده مثلا خیلی زندگی و ساده خودش ها خوب بودن حاج خانم هم سید بودن؟ نه حاج خانم سید نبودن خب مادرش آدم مهربون و خیلی زن اهل نماز و اهل نماز و خیلی مهربون زن ما رو یک وقت به یک هفته دیگر می‌کنه.